به نام الله پاک خداوند آب و خداوند خاک سلام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم به درس ادبیات دری خوش آمدید من محمد علی نجفی از مکتب خادی در خدمت شما عزیزان هستم خب عزیزان میخواییم وارد درس دوم شیم درس دوم ما در قالب دو قسمت است در قسمت اول شعری میخوانیم از شاعر معاصر تحت عنوان نعت پیامبر مقدس اسلام از محمود فارانی در قسمت دوم در حوزه دستور زبان مفهومی را برای شما تشریح خواهیم کرد تحت عنوان عبارت خب عزیزان قند همراه ما باشید با مکتب هادی قبل از اینکه وارد درس شویم قبل از اینکه درس جدید را بحث کنیم و باز بکنیم لازم است که در مورد سوال هفته قبل دوستان که تحت عنوان کارخانگی بود یک توضیحات برای شما بدهیم سوال را حل میکنیم بعد از اینکه سوال حل شد وارد درس جدید میشیم خب سوال کارخانگی در جلسه قبل چی بود برای شما گفته بودیم که برای جمله های اسمی و جمله های دوستان فعلی چیکار کنید دو مثال ذکر کنید یک جمله اسمی داریم یک جمله فعلی برای هر کدام دو مثال بزنید و دو جمله خاطر نشان کنید خب اول یک تعریف میکنیم یک بازگشت میکنیم به جلسه قبل بعد وارد بحث خودمان بشیم خب گفتیم جمله دو نوع است یا جمله اسمی است و یا هم جمله فعلی است جمله اسمی جمله ای است که در واقع از مسند مسندون علی و رابطه تشکیل شده باشد ولی جمله فعلی چیست جمله فعلی از جمله هست که در واقع از فعل و فاعل و مفعول شکل میگیرد. یک تفاوت دارد همه جملات دوستان همه جملات جمله های فعلی هستند غیر از جملاتی که آخرش به هست یا است مختوم می جمله فعلی گفتیم از چی دوستان تشکیل می از فعل و فائل و مفعول هر وقت شما جمله ای داشته که این سه قسم را داشت دوستان این ای سه وش را داشت تحت عنوان جمله فعلی یاد میکنیم مثال میزنیم بگوییم می که من کتاب را برداشتم این میشهد یک جمله فعلی چرا؟ چون میگوییم که من میشود فاعل ما کتاب را میشود مفعول و برداشتن فعل جمله ماست فعل جمله ماست من به مکتب خواهم رفت باز هم یک جمله جمله فعلی است نگاه کنید من به مکتب خواهم رفت من می شود نهاد شما فاعل شما به مکتب می شود جزء دوم شما و خواهم رفتم می چی دوستان بشود فعل شما حال جمله اسمی چی؟ جمله اسمی گفتیم جمله اسمی به جمله گفته میشود که از مسند مسند الیه و رابطه نگاه کن دوستان رابطه تشکیل شده باشد جمله اسمی با جمله فعلی از نظر ساختار شبیه همدیگر هستند تنها تفاوتش این است که رابطه است که در واقع جمله اسمی جمله است که انتهایش به هست یا است مختوم بشود به طور مثال نگاه کنید دوستان میگوییم هوا سرد است هوا سرد است خب نگاه کنید میگوییم هوا و چی مسندون اله. سرد می شود مسند ما و اصل می شود رابطه ما این می شود رابطه ما خب به طور مثال باز هم می توانید شما جملات بالاتر و بیشتری ذکر کنید و بگویید من در خانه هستم یا کنید من در خانه هستم شما همین طور میتوانید جملات بعدی برای هر کدوم از آنها ذکر کنید فقط و فقط تفاوت جمله فعلی با جمله اسمی در است که در انتهای جمله های اسمی فقط و فقط فعل هست یا است می آید این تنها تفاوت چی بود دوستان ما بین جمله فعلی و جمله اسمی است حالا از این عبور میکنیم دوستان وارد بحث خودمان میشویم درس جدید که درس دوم ماست خب شعری که میخوایم دوستان برایتان بخوانیم تحت عنوان نعت شریف است در مدح و وصف پیامبر مکرم اسلام از شاعر معاصر ما جناب آقای محمود فارانی یک بار شعر را برایتان میخوانم و در قسمت دوم میاییم و معنای شعر را برایتان انجام بده تاریخ بر دوراهی مرموز سرنوشت ایستاده بود و چشم به ظلمت سپرده بود او آمد و چراغ هدایت به دست او راه نجات را به دل تیرگی گشود انسان به زیر خرمن زنجیر میخزی در بند بود گردن آزاد آدمی خم گشته بود پشت جهان زیر بار ظلم رنگی نبود ز آدم و بویی ز مردمی انسان به آستان خدایان مرمرین بر خاک می نهاد سر پرغرور را در معبد زمانه به محراب قرنها میکرد کرد بوسه پای بت پول و زور را بس کاخهای مرمر و بس قصرهای آج در پشتهای جمجمه ها ایستاده بود در بزم میگساری و, و در خلوت حوس خون کسان به جام خسان جای باده بود او از هجاز آمد و قرآن به دست او تاج کرامتی بر سر آدمی نهاد ز آواز پای او همه زنجیرها شکست بر کاخهای سر به فلک لرزه افتاد نگاه دوستان شعر بسیار زیبایی از جناب آقای محمود فارانی خب معنای شعر را براتان بخوانیم و بگوییم تاریخ بر دوراهی مرموز سرنوشت ایستاده بود و چشم به ظلمت سپرده بود تمام تاریخ بر سر دوراهی قرار داشت دوراهی ظلم و دراهی سفیدی ما بین ای قرار داشت و در حال نگاه به سرنوشت و آینده خیش بود و به سمت ظلمت نگاه میکرد او آمد و چراغ هدایت به دست او راه نجات را به دل تیرگی گشود پیامبر خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی آمد و چراغ هدایت مردم در دستان ایشان بود و راه نجات همه انسان ها از دل تیرگی ها و ظلمت را به انسان ها نشان داد انسان به زیر خرمن زنجیر میخزید در بند بود گردن آزاد آدمی تمامی انسان‌ها در قل و زنجیر و اسارت بودند و هنگامی که پیامبر می‌آید پیامبر مکرم اسلام می آید، همه انسان را از بند و اسارت رهایی می دهد. خم گشته بود پشت جهان زیر بار ظلم رنگی نبود ز آدم و بویی ز مردمی تمامی انسانهای مظلوم دنیا در حال از بین رفتن بودند ناامیدی همه جا را در بر گرفته بود و همه انسانها از انسانیت دور شده بودند و رنگ بوی دیگر انسانیت نداشت انسان به آسان خدایان مرمرین بر خاک می نهاد سر پرغرور را انسانها در حال سجده کردن بودند چه چیزی را چیزهایی را که خودشان با دست خودشان از جنسهای مرمر می ساختند را و در برابر آنها انسانهایی بودند که سراسر از نخوت و غرور و تکبر سشار بودند و بر آسان و بر این بوتها سجده می کردن. در معبد زمانه به مهراب قرنها می کرد بوسه پای بوت پول و زور را در تمامی روزگارها در تمامی مکانها تمامی انسانها در حال عبادت بوتهایی بودند که این بوتهای ساخته شده از زر و سیم بود و در واقع آنها را عبادت می و بر آنها سجده می کردند. بس کاخهای مرمر و بس قصرهای آج بر پشتهای جمجمه ها ایستاده بود بسیاری از انسانهای مظلوم به خاطر ساختن این بتها شکنجه شدند و از بین رفتند و کاخهای بسیاری از جنس مرمر از جنس آج توسط این انسانهای مظلوم و بیگناه ساخته شده بود در بعض میگساری و در خلوت هوس خون کسان به جام خسان جای بوده بود در مجلس های شادی بعض به معنای مجلس شادی است میگساری یعنی شرابخوری دوستان در مجلس های میگساری و شرابخاری و در کنج خانه هایی که سراسر از هوسرانی و شهوت بود خون بسیار از انسان ها در داخل این جام های شراب قرار داده میشد و توسط مستکبرین و ظالمان خورده میشد او از حجاز آمد و قرآن به دست او تاج کرامتی بر سر آدمی نهاد حجاز اوستان میدانه که هجاز همان کشور عربستان سعودی امروزی می باشد که در واقع دو شهر بسیار بسیار مشهور دارد یکی مکه و دیگری مدینه است و اسلام از کشور عربستان سعودی ظهور می کند که توسط پیامبر این امکان انجام می شود پیامبر از سرزمین حجاز آمد و در حالی که قرآن به دست ایشان بود و ایشان انسانیت را به همه انسانها آموخت و تاج انسانیت و کرامت و بزرگ داشت را بر سر تمامی انسانها قرار داد ز آواز پای او همه زنجیرها شکست بر کاخهای سر به فلک لرزه افتاد پیامبر وقتی که می آیند با صدای پایشان تمامی بتها شکسته می شود تمامی زنجیرهای اسارت از پای انسان و انسانیت بریده می شود و تمامی کاخهایی که با ظلم و ستم و از آج و مرمر ساخته شده بود به لرزه می و ویران می بله این شعری که دوستان برایتان خواندیم از شاعر پرآوازه و بلند آوازه ما جناب آقای محمود فارانی است جناب آقای محمود فارانی اشان در سال 1317 در شهر کابل به دنیا می آید تحصیلات ابتدای خود را تمام می کند وارد دانشگاه شرعیات می شود در کابل ادامه تحصیل میداد در یک جایی به صورت کاملا تنز خودشان میگویند که ما به عنوان یک ملا هستم ولی وارد حوزه شعر و شاعری شدم و در واقع میگویند که ما پای خود را در داخل کفش شاعران کردیم در سال 1347 اشان می آیند و در انجمن شعر و شاعری که توسط وزارت معارف افغانستان تأسیس میشد به عضویت آنجا در می آیند. و یک نشریه و یک روزنامه ای تحت و عنوان سپیددم از ایشان در واقع چاپ میشد که متاسفانه خیلی دوام نمی آورد و چندین شماره چاپ میشد و بعد از آن خلاص میگردد و در واقع از شاعرای بسیار بسیار مشهوری است که ما میتوانیم به ایشان تمسک بجوییم و از اشعارشان بارها و بارها استفاده کنیم و بهره ببریم تاریخ بر دوراهی مرموز سرنوشت ایستاده بود و چشم به ظلمت سپرده بود او آمد و چراغ هدایت به دست او راه نجات را به تیرگی گشود انسان به زیر خرمن زنجیر می خزید در بند بود گردن آزاد آدمی خم گشته بود پشت جهان زیر بار ظلم رنگی نبود ز آدم و بویی ز مردمی انسان به آسان خدایان مرمرین بر خاک می نهاد سر پرغرور را در معبد زمانه به مهراب قرنها میکرد کرد بو سپای بوت پول و زور را بس کاخهای مرمر و بس قصرهای آج بر پشتهای جمجمه ها ایستاده بود در بزم میگساری و در خلوت هوس خون کسان به جام خسان جای باده بود او از هجاز آمد و قرآن به دست او او از حجاز آمد و قرآن به دست او تاج کرامتی به سر آدمی نهاد ز آواز پای او همه زنجیرها شکست بر های سر به فلک لرزه او فتاد بله دوستان این شعری هم که خانیم از جناب آقای محمود فارانی بود وارد بخش دوم میشویم دوستان قواعد دستوری در مورد قواعد دستوری در انضمام و زمینه درس قبلی در پیوست درس قبلی می آییم وارد مفهوم جدیدی میشویم تحت عنوان عبارت می خواهیم مفهوم عبارت رو برای شما توضیح دهیم تعریف کنیم و بعد وارد ادامه بحث می شهیم. خب می عبارت چیست؟ عبارت گروهی از کلمه هاست که جانشین کلمه واحد شده و معنای واحدی را بیان می کند بدون آن که آن معنا کامل باشد خب پس چی شد دوستان گروهی از کلمات که جانشین یک کلمه واحد شده معنای واحد را بیان می کند بدون آن که معنای کلمه و معنای آن را کامل کند نگاه کنید دوستان خیلی واضح خیلی مبرهن برای شما توضیح بدهیم پس در داخل یک جمله ممکن است ما چندین عبارت داشته باشیم هر کدام از این ها به جایی که یک کلمه باشد از چندین کلمه تشکیل شده است حالی که اینا از چندین کلمه تشکیل شده است میخواید یک مفهوم کلی را برای شما برساند البته در ادامه نکته میگوییم که عبارت تنها یک قسمت جمله است یعنی در داخل یک جمله ما ممکن است چندین عبارت داشته باشیم چندین و چندین و چندین عبارت داشته باشیم خب برای شما مثال میاریم دوستان نگاه کنید در اسلاید بعدی نگاه کنید دوستان خب میگوییم چند نوع عبارت خب عبارت ها لباس سفید سنف نهم کشور زیبای افغانستان قاره آسیا ای کلمات دوستان ای عبارت ها همه همه چی هستن عبارت هستن خب در داخل هر جمله شما ممکن است عبارت های از این شکل ببینید البته دوستان در داخل کتاب شما متاسفانه نشانه های را براتون بیان نکرده است عبارت ها از دو طریق می توانند به همدیگر متصل شده به یکدیگر پیوند بخورند خب این اتصال از چه طریق امکان پذیر است خب میگویم یا از طریق کسره اون نقش نمای کسره می در یکدیگر ارتباط بگیرد یا از طریق یک حرف یا میانجی نگاه کنید دوستان میگیم قاره آسیا قاره آسیا نگاه کنید برای توضیح بشر همین را بر روی تخته بیاییم و برای شما حل کنیم تا ببینید چطور این کلمه ساخته میشه قاره آسیا لباس سفید کشور زیبای افغانستان خب شاگرده عزیز فکرتان باشه نگاه کنیم ما عبارتات اینجا برای تان نوشتیم قاره آسیا لباس سفید کشور زیبای افغانستان این عبارت ها برای شما اینجا ذکر شده و آورده شده خب حالا میگم قاره آسیا قاره چگونه به آسیا اتصال پیدا کرده وصل شده از طریق یک کسره میگوییم چی دوستان قاره ای, ای قاره آسیا لباس سه باز نگاه کنید یک کسره لباس سفید کشور زیبای افغانستان نگاه کنید دوستان کشور زیبای البته یک ام ای زیر زیبای داره افغانستان پس نگاه کنید عبارت ها از دو طریق وصل میشود، عبارت ها از دو طریق یا از طریق نقش نمای کسر است و یا هم از طریق حرف یای میانجی از طریق حرف یا میانجی هر وقت دوستان خواستید که یک عبارت را چند کلمه که در داخل یک جمله وجود دارد ای را یک عبارت بسازید میتوانید از دو طریق ایجاد بکنید یا از طریق کسره و یا هم از طریق حرف یای میانجی این میشه در واقع عبارت جدید ما خب دوستان با این تعاریف با این وارد قسمت آخر می شویم که کار خانگی جلسه بعدی شما دوستان عزیز و گرامی است خب کار خانگی چی میگوید کار خانگی میگوید که بیت زیر را به نصر ساده تبدیل کنید و بنویسید که شامل چند عبارت است خب ز آواز پای او همه زنجیرها شکست بر های سر به فلک لرزه او فتاد نگاه کنید دوستان ای را اولا بیایید برای ما به نصر معنا کنید نظم از شعر است ای را برای ما در واقع ترجمه کنید معنا کنید وقتی معنا کردید حال و عبارت های موجود در این بیت را دوستان برای ما مشخص کنید که چند عبارت دارد هر عبارت را جدا کنید خب دوستان و متعلمین عزیز و گرامی در پایان جلسه امروز رسیدیم امیدوارم که مانده نباشید راهها و کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید حتما حتما برای ما پیام بگذارید ما را خوشحال سازیم 2964 و, 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 و پنج و چیل سیزده راه ارتباط و کانال ارتباطی ما با شما عزیزان و دوستان است مانده نباشید تا جلسه بعدی شما را به خدای پاک می سپارم خداوندیا نگهدارتان